پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با اعلام رسمی تلفات در بین نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله هفته گذشته به مواضع آنها در سوریه گفت اقدام آمریکا صرفاً پدافندی بوده است. اکنون می توانیم این ارزیابی را بیان کنیم که 8 ستیز جو در حملات هوایی علیه دو محل استقرار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نزدیکی دیرزور توسط جنگنده های F-15 نیروهای ایالات متحده متعلق به سنتکام کشته شدند. باز هم تاکید می کنم این حملات دقیق برای محافظت و دفاع از پرسنل ایالات متحده انجام شده. این مقام ارشد رسانه‌ای پنتاگون بار دیگر با مخاطب قرار دادن تصمیم‌گیران نظامی در جمهوری اسلامی گفت که در صورت ادامه حملات نیروهای وابسته به تهران در منطقه خاورمیانه، ایالات متحده پاسخ متناسب را خواهد داد. سکرتری آستن میگ کلیر دورینگ هیز کنگرشنال تستیمونی دیس ویک، همانطور که وزیر دفاع آستین در جلسه استماع هفته جاری در کنگره به صراحت اعلام کرد، ما تمام اقدامات لازم را برای دفاع از نیروها و منافع خود در خارج از کشور انجام خواهیم داد. و تأکید می کنم که اقدامات ما در پاسخ به حملات ناشی از گروه های مورد حمایت ایران علیه پرسنل و تأسیسات ایالات متحده در عراق و سوریه است، و در صورت ادامه تهدیدات و چنین حملاتی، ایالات متحده در آینده به اقدامات نظامی علیه این گروه‌های متعلق به سپاه و وابستگان آنها را در صورت لزوم ادامه خواهد داد. این شامل استفاده از توان نظامی علیه پرسنل و تأسیسات وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه و مسئولیت سنتکام با هدف متقاعد کردن ایرانی‌ها برای کاهش تنش‌ها علیه ایالات متحده، منافع و مردم ماست. ما به دنبال درگیری با ایران نیستیم، اما همیشه از شهروندان خود محافظت خواهیم کرد. سرتیپ رایدر همچنین گفت که طی حملات هفته گذشته توسط ستیز جویان مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در سوریه در مجموع 12 سرباز آمریکایی مجروح شدند که 6 تن آنها دچار آسیب مغزی شده و یک پیمانکار آمریکایی کشته شده است. کاخ سفید دوشنبه اعلام کرده بود که این حملات باعث عقب نشینی ایالات متحده از استقرار تقریبا 8 ساله خود در سوریه نمی شود، زیرا همچنان در حال جنگ با بقایای داعش است. وزارت خارجه سوریه و جمهوری اسلامی در موضع گیری های جداگانه اما همسو حملات آمریکا را محکوم کردند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.